به نام خدا، مهسا سالیانی هستم با آموزش معرفی داده پایگاه های مهم بیوانفورماتیکی پروتئین ها همراه شما خواهم بود. اولین داده پایگاهی که معرفی می کنیم داده پایگاه یونیپرات هست. داده پایگاه یونیپرات می تونه اطلاعات بسیار کاملی رو در ارتباط با ویژگی های مختلف پروتئین به ما ارائه بده. دومین مزیت این داده پایگاه این هستش که در یونیپرات لینک های زیادی وجود داره که ما از طریق اونها میتونیم به سایر داده پایگاه های دیگه دسترسی پیدا بکنیم. بنابراین ما میتونیم از داده پایگاه یونیپرات به عنوان یک داده پایگاه مبدع استفاده بکنیم و از طریق اون لینک هایی که در یونیپرات وجود داره میتونیم به داده پایگاه های دیگه هم متصل بشیم. در داده پایگاه یونیپرات هر پروتئینی دارای یک کد هست که این کد یک کد یونیورسال هست، یعنی شما از همین کد یونیپرات میتونید در بسیاری از داده پایگاه های دیگه برای پروتئین هدفتون استفاده بکنید و اطلاعات دیگه‌ای در ارتباط با پروتئینتون رو میتونید از طریق همین کد در داده پایگاه های دیگه جستجو کنید. یکی دیگه از امکانات این داده پایگاه این هستش که این امکان رو به ما میده که ما بتونیم توالی اسید آمینه ای پروتئینمون رو به فرمت فستا دانلود بکنیم. برای مراجعه به این داده پایگاه از آدرس www.uniprot.org استفاده میکنیم. در اینجا شما صفحه اول داده پایگاه یونیپرات رو مشاهده می کنید. همینطور که در توضیحات این بانک اطلاعاتی نوشته شده، شما می تونید اطلاعات بسیار جامعی رو همراه با کیفیت بالا در مورد ویژگی های مختلف پروتئینتون کسب بکنید. خب در اینجا عنوان یه سری داده پایگاه های دیگه وابسته به یونیپرات رو مشاهده می کنید که از هر کدوم از این بانک های اطلاعاتی می تونید برای سرچ اطلاعات مختلف در مورد پروتئینتون استفاده بکنید. در قسمت چپ داده پایگاه یونیپرات شما دو بخش رو مشاهده می کنید. در واقع اطلاعاتی که در داده پایگاه یونیپرات یا یونیپرات کیبی وجود داره در دو بخش سویسپرات و ترمبل ذخیره شدن. اطلاعات ذخیره شده در بخش یا داده پایگاه سویسپرات اطلاعاتی هستند که این اطلاعات به صورت مانوال یا به صورت دستی، حاشیه نویسی یا انوتیت شدند. به عبارت دیگه جمعی از دانشمندان و محققان رشته های مختلف اومدن و اون اطلاعات خام اولیه رو مورد بررسی قرار دادن، صحت اون اطلاعات رو تایید کردن و یه سری اطلاعات جانبی دیگر رو هم از این اطلاعات خام اولیه استخراج کردن و این اطلاعات رو اومدن در داده پایگاه سویسپرات گذاشتن. پس در واقع شما داده هایی رو که در این داده پایگاه مشاهده می کنید داده هایی هستن که ریویو شدن و مرور شدن. اما اطلاعاتی که در داده پایگاه ترمبل مشاهده می کنید داده های خام اولیه هستند که این داده ها به صورت اتوماتیک یا به صورت کامپیوتری انوتیت شدن و هنوز این اطلاعات خام اولیه توسط محققان مورد بررسی قرار نگرفتن و ریویو نشدن. بنابراین همینطور که شما مشاهده می کنید ما انتظار داریم که تعداد موارد ذخیره شده در داده پایگاه ترمبل خیلی بیشتر باشه از موارد ذخیره شده در سویسپرات. حالا هر پروتئینی در داده پایگاه یونیپرات دارای صفحه یونیپرات اختصاصی خودش هست. برای این منظور ما میایم نام پروتئین هدفمون رو در این بالا سرچ میکنیم. به عنوان مثال من میخوام صفحه یونیپرات پروتئین کیرس رو جستجو بکنم و در اینجا سرچ رو کلیک میکنیم و من میتونم به تمامی موارد ممکنی که میتونن بیشترین تطابق رو با سرچ من داشته باشن رو مشاهده بکنم. میبینید که در اینجا 640 مورد رو پیدا کرده. از این 640 مورد 112 مورد من مربوط به داده پایگاه سویسپرات و 528 مورد مربوط به داده پایگاه ترمبل میشه. خب من در همینجا برای اینکه بخوام اطلاعاتی رو که به دست میارم نسبت به صحت اونها اطمینان خیلی بالاتری رو داشته باشم میتونم بیام و فقط موارد یافت شده توسط داده پایگاه سویسپرات رو کلیک بکنم. بنابراین بر روی این 112 مورد کلیک میکنم و در اینجا میبینید که نتایج سرچ ما به 112 مورد کاهش پیدا میکنه.
خب در این مرحله من میتونم باز نتایج سرچ خودم رو محدودتر بکنم به خاطر اینکه بتونم نتایج سرچم رو هدفمندتر بکنم. برای این منظور به عنوان مثال شما اگر میخواید اطلاعاتی رو در مورد پروتئین هدفتون در یک ارگانیسم یا موجود زنده خاص مورد بررسی قرار بدین میتونید از این موارد ارگانیسم های پیشنهاد شده در این قسمت ارگانیسم مورد نظر خودتون رو انتخاب بکنید یا اگر ارگانیسم دیگه مد نظرتون هست در اینجا میتونید نام اون رو سرچ بکنید. من چون میخوام اطلاعات پروتئین کیرس رو در انسان جستجو بکنم، بنابراین در اینجا روی گزینه هیومن کلیک میکنم و میبینید که اطلاعات من به 37 مورد کاهش پیدا میکنه. شما میبینید که در اینجا علاوه بر اون مورد سرچ خودتون، موارد سرچ دیگه ای رو هم میتونید پیدا بکنید. این به این خاطره که ممکنه پروتئین هدف شما ایزوفرم های مختلفی داشته باشه یا ممکنه که یه سری از موارد پروتئینی رو پیدا بکنه که با پروتئین هدف شما از لحاظ عملکردی خیلی شبیه باشه یا ممکنه که تشابه اسمی داشته باشن. پس شما در اینجا بیشتر از یک مورد میتونید نتیجه رو مشاهده بکنید. خب با توجه به اطلاعات داده شده شما میتونید پروتئین مورد نظر خودتون رو پیدا بکنید. در این جدولی که در اینجا داده شده، شما در ستون سمت چپ کد یونیپرات تمامی موارد یافت شده رو مشاهده میکنید. میبینید که کد یونیپرات پروتئین ها یک کد آلفانومریک هست، یعنی از حروف و یک سری اعدادی تشکیل شده. در ستون‌های دیگه شما میتونید نام پروتئینتون رو مشاهده بکنید، میتونید در اینجا اسم ژن کدکننده پروتئینتون رو ببینید، میتونید ارگانیسمی که شما در اون جا پروتئین هدف شما در اون ارگانیسم وجود داره رو مشاهده بکنید و در اینجا هم طول پروتئین شما بر اساس تعداد اسیدهای آمینه‌ای که در ساختار اون پروتئین وجود داره نمایش داده میشه. در اینجا هم یک گزینه ادیت وجود داره که شما میتونید یه سری ستونهایی رو به این جدول اضافه بکنید و یا یه سری از ستونها رو حذف بکنید. در این قسمت شما یک علامتی رو مشاهده میکنید که این علامت اینجا میتونه مربوط به علامت داده پایگاه سوئیس پرات باشه یا میتونه مربوط به علامت داده پایگاه ترمبل باشه. به خاطری که ما در سرچ قبلی در فیلترینگ قبلیمون سوئیس پرات رو انتخاب کردیم، پس اینجا تمام موارد نمایش داده شده دارای علامت سوئیس پرات هستند، به این معنا که تمام پروتئین هایی که در این جدول برای ما آورده شده پروتئین هایی هستند که اطلاعات اونها از داده پایگاه سوئیس پرات استخراج شده. پس شما هر جایی که این علامت رو مشاهده کنید متوجه میشید که این اطلاعات مربوط به ترمبل هستن و هر جایی که این نماد رو مشاهده کنید متوجه میشید که اطلاعات گرفته شده مربوط به سوئیس پرات هستن. خب من با توجه به اطلاعات داده شده در اینجا حدس میزنم که این کد اول مربوط به کد پروتئین مورد نظر ما باشه. پس بر روی اون کلیک میکنیم و در اینجا شما به صفحه یونیپرات پروتئین هدفتون دسترسی پیدا می کنید. خب در اینجا نام پروتئین نوشته شده، در اینجا نام ژن اون، در اینجا ارگانیسم اون و در اینجا هم نوشته شده که این اطلاعات از کدوم داده پایگاه گرفته شده که می بینید از بخش سوئیس پرات گرفته شده. در قسمت سمت چپ شما گزینه ها یا پارامترهای مختلفی رو مشاهده می کنید که هر کدوم از این پارامترها اطلاعات مختلفی رو در ارتباط با پروتئین هدف شما ارائه میدن. به عنوان مثال همینطور که شما میبینید میتونید اطلاعاتی رو در مورد فانکشن یا وظیفه پروتئینتون دریافت بکنید، میتونید اطلاعاتی رو در مورد استراکچر یا ساختار پروتئینتون دریافت بکنید و همینطور اطلاعات دیگه. خب ما ابتدا بر روی فانکشن کلیک میکنیم. در قسمت فانکشن به صورت خلاصه یک سری اطلاعاتی در مورد وظایف پروتئین هدف ما ارائه میده. به دنباله قسمت فانکشن شما یک قسمتی به نام ریجن یا بخش ها رو مشاهده می کنید که در اینجا یک جدولی رو به ما ارائه داده که در داخل این جدول اومده اون ریجن ها یا اون بخش های از پروتئین ما که بخش های مهمتری هستند رو نمایش داده. به عنوان مثال پروتئینی که ما در اینجا سرچ کرده بودیم یک پروتئین متصل شونده به نوکلئوتیدهای JDP و JTP هستش، بنابراین انتظار داریم که در قسمت ریجن اون نواحی از پروتئین ما که به نوکلئوتید متصل میشن رو برای ما نمایش داده باشه. میبینید که در واقع 4 تا ریجن اتصال یابنده به نوکلئوتید رو برای ما مشخص کرده
و موقعیت هر کدوم از این ریجن ها رو هم به ما داده. به عنوان مثال ریجن اول ما از اسیدامینه شماره 10 تا اسیدامینه شماره 18 ادامه پیدا میکنه و همچنین توضیح داده که به چه نوکلئوتیدی متصل میشه و در قسمت گرافیکال ویو هم جایگاه این ریجن رو در پروتئین به ما نشون داده. به دنبال یه قسمت فانکشن شما میتونید یه سری اطلاعاتی رو در مورد جین آنتولوژی یا هستی شناسی ژن کد کننده پروتئینتون دریافت بکنید. خب اگر بخوایم در مورد ژن آنتولوژی اول یک توضیحی بدیم، بهتره که بگیم که ژن آنتولوژی یا هستی شناسی ژنی شامل سه بخش میشه. یعنی اینکه شما در اینجا در ارتباط با پروتئینتون یا فرقی نمیکنه در ارتباط با ژن کد کننده پروتئینتون میتونید در سه بخش اطلاعات رو کسب بکنید. یکی این که ژن آنتولوژی توضیح میده که وظیفه مولکولی پروتئین شما چی هستش. همچنین ژن آنتولوژی در مورد اینه که اون پروتئین در کدوم فرایندهای زیستی شرکت میکنه و بخش سوم ژن آنتولوژی هم به این اختصاص پیدا میکنه که اون پروتئین در سلول ما در چه جایگاهایی قرار میگیره. پس ما به دنبال بخش فانکشن میتونیم اطلاعاتی رو در مورد ژن آنتولوژی پروتئین هدفمون سرچ بکنیم. به عنوان مثال در اینجا گفته که این پروتئین میتونه فعالیت JTBازی داشته باشه، میتونه فعالیت اتصال یابندگی به نوکلئوتید رو داشته باشه و غیره. در قسمت بعدی در همون بخش ژن آنتولوژی شما میتونید انواع فرایندهای زیستی رو که پروتئین هدف شما در اونها شرکت میکنه رو مشاهده بکنید و اگر بر روی هر کدوم از اونها کلیک بکنید میتونید به صورت دقیق تر ببینید که پروتئین شما در اون فرایند زیستی میتونه چه نقشی رو داشته باشه. در این قسمت هم اگر شما بر روی گزینه Complete Geo Annotation کلیک بکنید یک جدول به شما ارائه میشه که به صورت بسیار کاملی اطلاعات مورد نیاز برای ژن آنتولوژی پروتئین هدفتون رو نمایش میده. در قسمت Names and Taxonomy شما اطلاعاتی رو در مورد نام پروتئینتون، اگر اسامی دیگه ی اون پروتئین داره دریافت میکنید، در مورد نام ژن اون، در مورد نام ارگانیسمی که پروتئین هدف شما وجود داره و یه سری اطلاعاتی در مورد رده های تکاملی ارگانیسم شما ارائه میده. در قسمت سابسلولار لوکیشن شما میتونید ببینید که پروتئین هدف شما در کدوم بخش های سلول قرار میگیره. به عنوان مثال در اینجا گفته که این پروتئین هم میتونه در سیتوپلاسم سلول و هم میتونه در غشای سلول مشارکت داشته باشه و بعد به صورت جزئی تر مشخص کرده که حالا در غشای سلول این پروتئین میتونه در خود غشا قرار بگیره، میتونه به صورت یک لنگر لیپیدی به سطح غشا متصل شده باشه و یا اینکه میتونه در قسمت سیتوپلاسمی غشای سلولی قرار گرفته باشه. و در جلوی هر کدوم از این موارد هم میبینید که لینک پابلیکیشن مربوط به اون داده رو هم ارائه داده که شما میتونید بر روی لینک اون پابلیکیشن کلیک بکنید تا اینکه اطلاعات کاملتری رو در ارتباط با اون داده دریافت بکنید. در قسمت پاتولوژی شما لیست انواع بیماری هایی رو مشاهده می کنید که این پروتئین هدف شما می تونه در اون بیماری نقش داشته باشه. به عنوان مثال در اینجا می بینید که پروتئین ما می تونه در گاستریک کانسر یا در سرطان معده، در نونان سیندروم، به عنوان مثال در لوسمی ها می تونه نقش داشته باشه. خب در اینجا ابتدا به صورت خلاصه اومده در مورد هر کدوم از این بیماری ها توضیح داده و به دنبال اون هم اومده جدولی رو ارائه داده که در این جدول انواع وریانت های مختلف پروتئین هدف شما رو که در بروز اون بیماری نقش داشتند رو نشون داده. به عنوان مثال گفته که این وریانت به این خاطر به وجود میاد که در موقعیت شماره 5 این جهش اتفاق میفته. پس بنابراین شما میتونید در اینجا لیست تمامی بیماری هایی که مرتبط با پروتئین شما هستن رو مشاهده بکنید و به صورت دقیق هم میتونید ببینید که در هر کدوم از این بیماری ها چه تغییراتی در کدوم قسمت پروتئین رخ داده که تونسته در بروز این بیماری نقش داشته باشه. در پارامتر بعدی، پارامتر اکسپرشن هستش. در اینجا شما میتونید اطلاعاتی رو در ارتباط با نحوه بیان ژن کد کننده پروتئین هدفتون دریافت بکنید و اینجا به شما یه سری داده پایگاهایی رو معرفی کرده که از طریق این داده پایگاه ها میتونید این اطلاعات رو کسب بکنید.
به عنوان مثال داده پایگاه بیجی نشون میده که پروتئین هدف ما میتونه در 243 ارگان یا اندام بدن مختلف ارگانیسمی رو که ما سرچ کرده بودیم بیان بشه، به صورتی که بیشترین میزان بیان اون در کولون مشاهده میشه. یا اینکه به عنوان مثال شما در داده پایگاه اکسپرشن اطلس میتونید حالت بیان افتراقی پروتئین هدفتون رو در حالتهای مختلف مشاهده بکنید. به عنوان مثال شما میتونید در اینجا بیماری های مختلف رو انتخاب بکنید و ببینید که میزان بیان پروتئین شما در بیماری های مختلف با همدیگه چه تفاوتی داره، یا اینکه میتونید در جنسیت های مختلف یا در سل لاین های مختلف بیان پروتئینتون رو با همدیگه مقایسه بکنید. خب همینطور که در اینجا شما دارید میبینید، قبلا هم بهش اشاره کرده بودیم، اگر شما بخواید این پروتئین روتون رو به عنوان مثال در داده پایگاه اکسپرشن اطلس سرچ بکنید، میتونید از همون کد یونیپرات پروتئینتون استفاده بکنید. پس به همین دلیل هستش که گفتیم کد یونیپرات یک کد یونیورسال هستش و در بسیاری از داده پایگاه ها این کد به صورت مشترک برای پروتئین هدف شما استفاده میشه. در قسمت بعدی قسمت اینتراکشن هست و شما در این قسمت میتونید اطلاعاتی رو کسب بکنید در ارتباط با اینکه پروتئین شما میتونه با چه پروتئین های دیگه اینتراکشن یا میانکنش داشته باشه. خودش به صورت خلاصه چندین مورد از مهمترین اینتراکشن هایی که پروتئین هدف ما با پروتئین های دیگر رو داده ارائه داده. به عنوان مثال گفته که میتونه با PHLPP اینتراکشن داشته باشه یا میتونه با SOS1 اینتراکشن داشته باشه. پس شما با کمک داده پایگاه یونیپرات خیلی سریع میتونید متوجه بشید که حالا علاوه بر وظیفه، ساختار، بیماری هایی که پروتئین شما در اونجا درگیر هستش، پروتئین شما میتونه با چه پروتئین اینهای دیگه ای اینتراکشن داشته باشه. در اینجا هم 4 تا از پروتئین هایی که بیشترین میزان اینتراکشن بین اونها و پروتئین هدف ما موجود هستش رو نمایش داده. شما در این قسمت، در قسمت ساب سلولار لوکیشن، میتونید بخش های مختلف سلول رو انتخاب بکنید و ببینید که در بخش های مختلف سلول پروتئین شما با کدومی که از این 4 پروتئین اینتراکشن داره. به عنوان مثال من اگر میتوکندری رو انتخاب بکنم، میبینید که در میتوکندری پروتئین ما، پروتئین کیرس انسانی، فقط با پروتئین رفوان اینتراکشن داره. اما به عنوان مثال اگر من سیتوپلاسم رو انتخاب بکنم، میبینیم که پروتئین ما میتونه با در سیتوپلاسم با تمام این پروتئین های دیگه اینتراکشن داشته باشه. یا در قسمت دیزیز من میتونم نوع بیماری هایی که پروتئین من در اون بیماری ها نقش داره رو انتخاب بکنم و ببینم که در اون بیماری پروتئین ما میتونه با کدومی که از پروتئین های دیگه اینتراکشن داشته باشه. مثلا اگر گاستریک کانسر رو انتخاب بکنم، میبینم که خب با همه پروتئین های دیگه میتونه اینتراکشن داشته باشه. اما اگر به عنوان مثال نونان سیندروم رو انتخاب بکنم، باز میبینیم که در این بیماری فقط با پروتئین رفوان میتونه اینتراکشن داشته باشه. در قسمت استراکچر شما میتونید اطلاعاتی رو هم در مورد ساختار سوم پروتئینتون و هم در مورد ساختار دوم پروتئینتون کسب بکنید. خب میدونید که یکی از مهمترین داده پایگاهایی که اطلاعات خیلی خوبی رو در ارتباط با ساختار سوم پروتئین ها در اختیار ما قرار میده داده پایگاه PDB هست. پس شما در اینجا میبینید که ما از طریق یونیپرات میتونیم به داده پایگاه PDB دسترسی داشته باشیم و اطلاعات خیلی زیادی رو در ارتباط با ساختار سوم پروتئین هدفمون دریافت بکنید. میبینید که در اینجا در این جدول ارائه شده در ستون سمت چپ چندین کد مربوط به PDB نمایش داده شده. تمامی این کدهای نمایش داده شده در اینجا مربوط به پروتئین هدف ما هستند. پس می‌بینید که پروتئین هدف ما در PDB تنها یک کد نداره و کدهای مختلف که هر کدوم مربوط به یک مطالعه متفاوتی هستند نمایش داده شدن. این به این دلیل هستش که ممکنه شما در مطالعات مختلف از روش‌های مختلفی برای بررسی ساختار سوم پروتئین شما استفاده شده باشه و یا اینکه در مطالعات مختلف بخش‌های مختلف پروتئین شما مورد بررسی قرار گرفته باشه، یا اینکه ممکنه در
بررسی های مختلف پروتئین شما به صورت کمپلکس شده با پروتئین های دیگه یا لیگاند های دیگه از لحاظ ساختار سوم مطالعه شده باشه. بنابراین تمامی این موارد هر کدومشون یک کد یونیپرات اختصاصی بهشون تعلق داده میشه. پس شما اینجا بر روی هر کدوم از این کدهای پی دی بی که کلیک بکنید میتونید به اون مطالعه ای که در مورد پروتئین هدف شما صورت گرفته دسترسی پیدا بکنید. در اینجا هم یک نمای کلی از ساختار سه‌بعدی پروتئین رو میتونید ببینید. در قسمت پایین تر اطلاعاتی در مورد ساختار ثانویه پروتئین به ما داده شده. خب در اینجا شما کل توالی پروتئینتون رو مشاهده میکنید که میبینید این توالی رو به رنگ‌های مختلف نمایش داده. یعنی هر بخش رو از این توالی با یک رنگ متفاوتی نشون داده. و در این پایین هم یک کلیدی به ما داره که ما بتونیم بفهمیم که هر کدوم از این رنگ ها مربوط به چی هستن. در واقع هر کدوم از این رنگ ها مربوط به یک ساختار ثانویه متفاوتی هستن. به عنوان مثال رنگ آبی نمایانگر ساختارهای ثانویه هلیکس یا مارپیچی هست، یا رنگ های صورتی نمایانگر ترن ها یا اون دورهایی هستن که میتونن در پروتئین ما وجود داشته باشن. پس شما در اینجا میتونید یک دید کلی نسبت به انواع ساختارهای ثانویه که در پروتئین شما موجود هست داشته باشین. اگر من در اینجا بیام بر روی گزینه Show More Details کلیک بکنم، مشاهده میکنید که اطلاعات مربوط به ساختار ثانویه پروتئین به صورت یک جدول به صورت خیلی دقیق‌تری به ما نشون داده میشه. به عنوان مثال شما در اینجا در این ستون سمت چپ انواع ساختارهای ثانویه رو مشاهده میکنید. در ستون بعدی نشون داده که هر کدوم از این ساختارهای ثانویه اسیدامینه چند میتونه ادامه داشته باشه. به عنوان مثال در اینجا میبینید که این بتا استرند میتونه از اسیدامینه شماره 3 تا اسیدامینه شماره 9 ادامه داشته باشه. و در اینجا هم در قسمت گرافیکال ویو به صورت شماتیک به ما نشون داده که حالا این بتا استرند در کجای پروتئین قرار میگیره. پس میبینید که ما میتونیم با کمک داده پایگاه یونیپرات خیلی سریع و به صورت مستقیم اطلاعات زیادی رو در ارتباط با ساختار سوم و ساختار دوم پروتئینمون کسب بکنیم. در قسمت بعدی قسمت فامیلی اند دومین هستش. در اینجا میاد و اون دومین های مهم و اون موتیف های مهم یا اون بخش های مهمی که در ساختار پروتئین ما موجود هستن رو به ما اطلاعاتشون رو میده. به عنوان مثال در اینجا میگه که از اسیدامینه 166 تا اسیدامینه 185 یک هایپر وریبل ریجن یا یک منطقه بسیار متغیر در پروتئین ما وجود داره که این منطقه در واقع میتونه دچار تغییرات زیادی بشه. یا اینکه در اینجا یک موتیفی رو به ما نشون داده که از اسیدامینه 32 تا اسیدامینه 40 ادامه پیدا میکنه و این موتیف از این جهت اهمیت داره که یک ناحیه هستش که افکتورها یا عوامل تنظیم کننده فعالیت پروتئین میتونن از این ناحیه به پروتئین ما متصل بشن. و در ادامه هم در واقع یه سری داده پایگاه‌هایی رو معرفی کرده که این داده پایگاه‌ها میتونن در مورد خانواده پروتئین ما و یا دومین‌های مختلفی که در پروتئین ما وجود دارن اطلاعات دقیق‌تری رو ارائه بدن و ما اگر بر روی هر کدوم از اینها کلیک بکنیم میتونیم به اون داده پایگاه دسترسی داشته باشیم. در قسمت بعدی شما در قسمت سیکوئنس میتونید اطلاعاتی رو در ارتباط با توالی پروتئین هدفتون جستجو بکنید. در اینجا دو تا توالی رو برای ما آورده به این خاطر که این پروتئین هدف ما دو تا ایزوفرم رو داشته و همین دلیل دو تا توالی رو برای ما اینجا نمایش داده. خب اولین ایزوفرم ایزوفرم 2A هست. در اینجا شما میتونید توالی پروتئینتون رو مشاهده بکنید و در ادامه هم ایزوفرم 2B و توالی اون رو به ما نمایش داده. ما اگر بر روی گزینه فستا در اینجا دانلود بکنیم میتونیم توالی پروتئین هدفمون رو به فرمت فستا در اینجا دریافت بکنیم. میدونید که در فرمت فستا در این لاین اول یه سری اطلاعاتی در ارتباط با پروتئینمون داده میشه، مانند اینکه نام این پروتئین چیه، کد یونیپراتش چیه، یا اینکه از چه ارگانیسمی گرفته شده، نام ژن اون رو به ما میده. و در ادامه هم توالی آمینو اسیدی پروتئین هدف داده میشه که در این توالی نام اختصاری تک حرفی اسیدهای آمینه نمایش داده میشن. پس شما دیدید که
ما تونستیم از طریق داده پایگاه یونیپرات علاوه بر اینکه اطلاعات زیادی رو در مورد ویژگی های مختلف پروتئینمون کسب بکنیم، تونستیم توالی پروتئینمون رو به فرمت فستا هم دریافت بکنیم و اون رو دانلود بکنیم. پارامتر بعدی رو که میخوایم در موردش صحبت بکنیم سیمیلار پروتئینز هستش. همینطور که از نام این بخش مشخص هست، شما در اینجا میتونید انواع پروتئین هایی رو که با پروتئین هدف شما به صورت مشابه هستند در سایر گونه ها مشاهده کنید.